کوچولو صبونه ای بخوریم، رفتم این بسته رو گرفتم. انجیر لاکچری ماریا نقل شری. حالا یکم با شما اعتیاز میخورم و یه چایی میخورم و بعد میام اینو بسته رو باز میکنم. چون این بسته رو رفتم شنبه اومده بود نبودم، رفتم از پست گرفتم. کوچولو رو میخورم، بسته رو باز میکنیم. امروز روز بسته است. این همه چای میخوری کمه. این پی
دیدگم رویا، اینی که من پین کردم تویی، پس اون یکی رو اشتباه منشن کرده بودم. بچه الان اینی که پین شده رویاست. خب مرسی که خب شما همه تبریک میگید، ما هم یه مرسی بگیم دیگه، زورکی هم شده. آهنگ شیکو پیک سحر برای من امروز صبح فرستاد. بچه هم دوره همی که رفته بودم پست همون موقع میاد، این همه من پستای همسایه رو میگیرم، هیچ کس نبود پست منو بگیرم. اداره پست ما چقدر که 20 دقیقه راهه از اون کوله پشتی های نخدار گذاشتم اینجوری. بعد گفتم بستر رو دیده بودم موقعی که پست کرده بود رویا، اونقدر بزرگ نبود که دیگه رفتیم پیاده روی و قشنگ برگشتنی هم که دیگه اینو اینجوری انداختیم و آهنگ شیکو پیکو 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 پیک اینو البته بعدن اومده و در رسید دستم، ولی همه آهنگایی که شما فرستاده بودید و تو راه گوش دادیم و نفهمید، بارم سنگین نبود. خب مرسی که حال منو میپرسید. خب من یه کوچولو هم نون دارم بچه ها. یه چیز بهتون بگم، دیروز همین نونا رو همینجوری میخوام بخورم. دیروز از احمد شنیدم که گفت زیبا برنج داری؟ روغن داری؟ گفتم آره، هنوز اون برنج رو من باز نکردم. روغن چی؟ روغنات رو چک کن. گفتم بابا هنوز یه روغن حبیب آورده اون، یه روغن تو آورده بوده، یه روغن اون بوده. گفت نمیدونی جریان چه؟ گفتم چی؟ فهمیدیم که اوکراین صادرات آردو با این روغنایی که ما استفاده میکردیم همش صادرات اینو داشته. بعد من که خرید نمی کنم. احمد گفت اصلا خالی شده. من دیدم یه سری جوکا درست کردن، جوکای آلمانی. مرده میگه که مثلا مرده میگفتش که خب من دارم میام خونتون. گفت خب داری میاری چی میاری و اینها؟ گفته مثلا شکلات خوبه. گفته نه آرد بیار، روغن بیار. من گفتم اینا چرا آرد و روغن رو میگن؟ دیروز فهمیدم که این جوکایی هم که میگن به خاطر اینه. خالی شده قفسه. بازم این فکر میکنید که فقط تو ایران اینجوری یه مغرس همه حمله بر میشن؟ بیا دستمال کاغذی موقعی که بود مثلا کرونا شروع شده بود، مردم حمله کرده بودن برای دستمال کاغذی، حالا حمله کردن برای روغن و مل آرت نیستش. گفتم من احمد بر از اینو من برای پایان جنگم دارم. حتی چی میگی بابا؟ ما برای همونو هنوز از چند ماه استفاده نشده. گفت یکی از دوستای احمد براش روغن زیتون 5 لیتری آورده. گفتم برای من نمیخواد بیاری هیچ. من تو کرونا هم که شده بود هیچی نرفتم بخرم. گفتم بیر کنین همه مردم جمع کردن قحطی بشه، بالاخره یکی میگه که بیا بده به استفاده برسه دیگه.
اینجوری. حالا حمله ور شدم به سمت روغن، روغن جمع کن، روغن جمع کن، روغن جمع کن که چی بشه. یه بار این اونقدر دستمال کاغذی خریده بودم، دستمال کاغذی ها تو قفسه ها چیز شده بود، من که اصلا نخریدم، گفتم ول کن بابا این مردم میدون استرس چی نیست، وای حیران میشه چی میشه. اتفاقا همون هایی که اینجوری میترسن بیشتر برشون این مسئله پیش میاد. بعد از نخست وزیر، نخست وزیر هلند بود یا یکی از وزرای هلند بود، اومده بودم مصاحبه کنم، از اینکه مردم انقدر حمله بر شده بودن برای خرید این چیز، خرید این دستمال کاغذی اینا. بعد برگشت یه خبرنگار پرسید شما دستمال کاغذی خریدید؟ خبرنگار ازش پرسید، گفت با عصبانیت پشت دوربین اینجوری کرد، گفت اینقدر دستمال کاغذی تو خونه ما هستش که من 10 سالم برینیم دستمال کاغذی داریم، 10 سالم ککن دیدم میشه مثلا یه همچین چیزی. با عصبانیت گفته بود یعنی واقعا چه خبره که بابا ما 10 سالم دیگه کاری نکنیم برینیم هم دستمال کاغذی هست. چه خبره واقعا، چه خبر، متنفرم از این. من دیدم نوشته اخبارهای آلمانی تو این چیزا، همستر کویفر، همستر یه حیوانیه که جمع میکنه چیزه. این اصطلاحو به اینا، به این آدما میدن که آدمایی که توی یه شرایطی که میترسن اینا سریع مثل همسته کافر میکنه، یعنی خرید میکنن. و انقدر بابا چه خبر، مردم قحطی هم بشه با همین دیگه، اینا همش فقط به خودشون، به همه از یخچالا پر. گفتم بابا احمد اینقدر الان یخچالای مردم پره، خون انبارای مردم پره، یه ذره قحطی بشه خیلی خوبه، این انبارا درشون باز بشه. بعد تازه میبینی تاریخ گذشته است، تاریخ گذشته، بیا من تاریخ گذشته دارم میخورم دیگه. میگه آب نقمه تو دهنم گم گم، بریم بریم. راست میگه بابا دیگه، خیلی خوش آمدید بابا از مصاحبه. بذار ببینیم که رویا اگر آیدی چیز رویا نمیداد بچه این چایین تمام بشه بستر باز میکنه. گفتم هم از نقلای شری، شری انقدر نقلا تازه بودن. توش بادومه، بمونه اینجا، این شیرینی هم موند، بمونه بر بعد از ظهر. چند تا بچه داشتی مسئولیت، بچه بزرگ کردم دیگه، تو شرایط خیلی فقر بودم، همیشه میگفتم ببین فقر فرهنگی مهمتر از فقر مادیه. بچه داشتی برو گم شو بابا، برو گم شو با این حرفای عهد دقیانوست. فداکار، مامان منم مثل تو خیلی فداکار بود، حساس هم یه زندگی شده به پای بچه هاش سوخت که مبادا بچه هاش گرسنه بمونه. هری این حرف مال عهد دقیانوسه، مشتری نداره دیگه.
بچه رو تارنوک یا پوشش میکنن کاور برای اون عقده های درونیشون. آخه من بچه دارم. آخ بابا بچه دست این کاری نی. همه چی الان مثل همین فاطمه. از اول که این مهدی اومد خواست بره مشهد این بچه اسهال گرفت، بچه سرفه میکنه، بچه سرفه میکنه، بچه پوشک نداره. بابا پوشک نداره که پوشک نداره، ما اصلا بدون پوشک بزرگ شدیم. چی میگی؟ بذار یه ذره برینه، بذار بشاشه، اصلا راحت باشه. نه که خیلی هم میری بیرون، نه که تمام اداره جات کارهای اداریت انجام میدی. تا دیده بود شوهره رفته بیرون هی زنگ میزن بچه زرفه میکنه، بچه فلانه، بچه نداره، بچه فلانه. اونا مظلوم نارده، اونای آدم هایی هم که پوپولیست داره، از این هایی که عوامی که سری تحت تاثیر میسه صدای گریه بچه رو شنیده وای گرسنه است، یتمه وای وای دیان شاباش لادلش وای 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 وای. خوشبختانه بچه های گروه ما دیگه این حربه ها، نه بچه های گروه ما، الان همه فهمیدن، انقدر شماره حساب دادم، انقدر سرشون کلاه رفته، بعد یه دفعه رفته دیده که طرف بعضش از تو بهتره. بچه نداری که اون ملقب مونده. آره خوشحالم، خوشحالم که مثل شما نیستم، خیلی خوشحالم. اونایی که بچه بچه میکنن دیدیم، اونایی که مادرها رو دیدیم، خیلی دیدیم. بهش میگم پوشش. اصلا خیلی ها اینجا بچه رو پوشش قرار دادن برای اقامت گرفتن، بچه رو پوشش قرار دادن برای اینکه مرده رو نگه دارن، بچه رو برای اینکه سرگرم بشه بچه دار شده. دیگه نمیخواد برای ما داستان سرایی کنید، ادای مادرها رو در برید. این هنوها خیلی وقت رنگ نداره، برید هنو هنوی جدید شیمیایی چیز پیدا کنید، یه ذره رنگ پیدا کنم. بچه دیگه اینو چیز میکنم. وای چقدر امروز حرفات خوبه واقعا دیگه بابا. آخه ناله کرده مادر، ناله کرده دخترم. حالا جالبم اینجاست، طرف بچه دار شده در زمان پیری دست منو بگیره، بعد تو سرش میزنه اینقدر بزرگت کردم، این همه فلان کردم، بیا برو برای من این کارو بکن، بیا برو اون کارو بکن. من نه بچه نه بچه میارم برای پیر شدم، هم کسی نمیخوام منو نگه داره. آقا نمیخوام، آقا مریض شدم نمیخوام، ولم کنید اصلا، مریض شدم بندازید اصلا، یکی هم بزنید اصلا، نمیخوام نگهداری کنید. میاد بچه دار، آخه و زمان پیری، همونطوری که الانتونو به آخرت فروختید، خب الان یه لاس هم نزدی که بری با حوریا لاس بزنی، یه لاس الان حتی نزدی که گناه داری، گناه، حرام است، حرام، حرام، یه حرام است. این کارم نتونستی بکنی. من یه دختره بود، یه کرد عراقی بود، عاشق دوست پسر من شده بود، بعد این چه نگاهم که گفتم خوشت اومده، آره خیلی خوشم اومد. گفتم خب بگو خوشم اومده، چیه؟ آخه بد نیست، گناه، گناه، گناه. گفتم گناه، تا از این که از اینم خوشت اومده گناه، گناه. حالا به هم رسوندن اما گفتم برو بابا همین حداقل گناهو بکن، برو ببین چیه، چه چیزی از اینی که خوشت اومده، این کیه، این همه داری براش اسهال گرفتی و داری قش میکنی، بیا برو. زنگ زدم به دوست پسرم، گفتم آقا جان درایت، این از تو خوشش اومدی، تلفنش رو جواب بده، باش کردی هم حرف بزن، یه ذره ببینش که چیه. بره از الان برو
همونطور که الانتو دادی به آخرتت فروختی؟ نقدو به نسیه فروختی؟ الانتو؟ من بچه بزرگ کنم، فلان کنم، بهمان کنم، 70-80 سالگی به من نگهداریم کنه، بگه مادر، مادر به زیر پای توست. بچه این تموم بشه باز میکنم شده بس دیگه غیبت درمانی درباره مادر ها. هر چی که دوست دارید فوش بدید، هر چی که، چون اصلا نمیخونه، نمیخونه بهتون حرفای من. این بمونه برای آب ریختم سرد بشه دیگه. بعد وسط ها مادر، 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 برو دست پدر را ببوس، برو خودت را فدای بدتر بکن. خودت کی بینش دیگن ون بینش دیگن کی نوبت منه. نه چه سالگی از خودم پرسیدم، حرفی از ینس هم یاد گرفته بودم، اینا رو بذارم اونور کم کم آماده کنم. ینس میگفت بعد از اینکه 50 و خورده سالم شد اومدم به این هم بچه هم، به این نوه هم گفتم نه به من بگید اوپا، نه بگید فاتا، نمیخوام، میخوام برای خودم باشم، ول کنید دیگه، میخوام 10 سال برای خودم زندگی کنم. خالم هم همین کار کرد. بعد از اینکه نوه دار شدی، بچه دار شدی، دوزاری میفته، میخوای بری اون موقع این کارو بکنیم، میذاری بلند میشه میره آمریکا، میذاری فلان میکنه. چند نفر آدم ها رو دادیم گذاشته، حالا بازم اب نداره، انقدر رسیدی که همونا رو بل کنی به خودت برسی، به خودت فکر کنی، فداکاری نکردی. خب پاشیم 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 پاشیم، فداکاری نکردی همون جا بسیم. ما همینا رو دیدیم از چیز. خب یه ذره این آهنگ شیکو پیکو باز کنیم. شیکو پیکو پیک، شیکو پیکو پیک، دادام 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 دادام. خب الان میاد. که آها
حیفه ساکه. خوشگل لطیف خیلی خوب. خوشگل لطیف خوابی نده. او زرشک زرشک پلو وای وای آلو بفرست. چقدر بوی خوبی میدن لباسات. اینم نپوشم نازی
سانیه ها را تیک و تیک و تیک واسه تو زدم تیپ شیک و پیک یه روز بعدی یه روز عشقی قرار داشتی منو کاشتی برسون خودتو واسه خریدم گلایی که دوست داشتی یه روز بعدی یه روز شیری به دلم مری میشیری چیکار کردی که من عاشق شدم کار تو میبینی دستبند یا چیه؟ دستبند فکر کنم آه دستبنده خب بچه این آهنگر ببندم بیام یه ذره به شما برسم دستبنده چه خوشگل سب کنینو کی ها... کی ببنده حالا این ببنده دستبنده دیگه یه ذره وقت میبره بستنش خب این چه؟ آه نمک دریایی چقدر خوشگل و خوش بایجز یه دونه که داده بود حالا نمکش اومده نمک شده او این فکر کنم برای سمیرا دادی نه او چی بود بچه این هم میپوشم این هم میپوشم از این قیلت بازی ها این هم شالشه اینجوری بریم مصاحبه با آقایون طالبان آلورم بخوریم ببینیم آها اینم برای وای چه خوشگل اینا رو همه رو دادی حتما برای آویسا دختر بهار خب اینم مال دختر بهار یا حالا چی؟ البته من با بهار اوی 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 اینو نگاه کنه اینو بعدن هم میزنیم اینم بزنیم خب بچه رو بیایم ببینیم خود رویا چقدر پیام رویا هستی؟ هستی اگه هستی؟ کجایی؟ بچه من چیزای این چنینی هم خیلی دوست دارم خب خیلی جالبه اینا تا هم هر کدومشون سوک منظور خودشونو دارن خب بچه اینا شد و تموم شد حالا میخوام اینو بپوشم اینو بپوشم بیام برات موزیک گوش بدید تا من لباس بپوشم تو میگیرم چک میکنم گیر میدم اگه علکی بهت توجه نکنی دق میکنم پشت تمنه همه جوره تو باشی همه چی آره جوره جوره میذارم رو موها پیچیدم دارت کلای سرخ تو میگیرم یه روز بعدی یه روز عشقی برو کاشتی برسون خودتو واسه خریدم گلایی که دوست داشتی یه روز بعدی سینام نذاش بیاد پایین سینام نذاش بیاد پایین بذاریم براتون رو بر بزن منتظرتم میشمارم ثانیه ها رو تیک و تیک و تیک واسه تو زدم تیپ شیک و پیک یه روز بعدی یه روز عشقی قرار داشتی منو کاشتی برسون یه کسی که لاغره باید بیاد اینا بگیره حالا یکی رو میپوشم
آها زیپ داشت با چک دوش آوردی اصلا من از اون بالاش نیم گیر میدم اگه هلکی بهت توجه نکنی دل میکنم پشت زمان همه جوره تو باشی همه چی داره جوره جوره بیزارم رو موها پیچیدم دورت کلای صرف رو میگم جز بری میگذاشتی قرار داشتی منو کاشتی برسون خودی تو آسه خریدم بالایی که دوست داشتی جز تفیه میشنم. آلو خیلی خوب بود، لباس ها برای بچه ها خیلی خوب بود. مهم اینه که اینا رو برای من فرستادی، چه جورابای خوشگلی، زرشک. خب من همینو میشنم اینجوری. اون لباس سیاه اندازمه، لباس سیاه رو میبوشم یه بار تو لایوا. اینو برای چقدر خوشگله. خب بچه ها اینجا مرسی. باز دوباره گفتن خجالت نمیکشی. بابا چقدر چند بار به شما بگم من خجالت نمیکشم؟ کیلویی چنده بگید بکشم. خب تو چی میدی عوضشون؟ خب برید از خودش بپرسید، برید از خودش بپرسید، از خود رویا بپرسید. خب زیر بود. نه این جورابا پام اندازه پام نمیشه. این جورابا فکر کنم دونه ایشم نزدیک دونیم اویرو. خیلی هم خوشگلن. خب اینو ببینم، شاید این انداز، نه این نمیشه، اینو هم بچه مال بچه گونه است و واقعا چقدر خوبه هممون این کارو بکنیم. 40 اورو پول پستشو داده، ولی خب با اینا خیلی کارهای جالبی هم میکنه. من این زرشکو مال من شد، این گوشواره ها و این گردنبند و اینا رو، اینم خیلی استفاده میکنم، قشنگه. لباس های صورتی، صابونه مال من شد، آلو مال من شد، چیز مال من،
یود. این خیلی عالیه، این خیلی عالیه. این همیشه حداقل فکر کنم 4-5 یوروی باشه همین همینقدر، یا شاید 3 یورو حداقل باید باشه فکر کنم. بعد چیز با ارزشی. بعدش اینو بر میدارم، اینا رو هم میدونم که برای دختر، آخه دختر، برای دختر ناصر بدیم، برای نوه ناصر بدیم، برای نوه رونیا، رونیا بیا بدیم بهش، چون که برای با بهار که فعلا حرف نمیزنم. خب اونم لباس دیگه خوب بود دیگه، همینو چقدرم خوب بود که خودم رفتم آوردم. خب چیزاییه که خوشگله بر میداره، خب معلومه دیگه، چیزایی که خوشگلن که بر میدارم دیگه، خب معلومه، یه چیز خیلی مشخصه که بر میدارم. همه رو که برداشتی برای خودت، خب معلومه همه رو برای خودم، هم اونایی که اگه نتونم برای خودم بردارم میدم به کسی دیگه، نه اینکه چیزه بتونم بردارم، که معلومه برای خودم بر میدارم دیگه. خب ولی فکر کنم اینو میخواست بده، یکی از این لباس ها رو میخواست برای سمیرا بده، ولی اینا رو باید ببینه بهار رو هوا میاد دنبالش. ولی خب دوستای الان همسایه بالاییمون افغانه، باش آشنا شدم، بعدش دوستای افغان زیاد دارم. خب سبزش خوش رنگه، آره چقدر خوبه، خیلی خوش رنگ شد، خیلی خوشگل شد، اسم منم زیباست، چقدر خوب، چقدر خوب، خوبه. Other send request with your live video. Okay. زیبا، همه رنگی بهت میاد، زیباتر میشی، مرسی. همه لباس ها رو به زور اندازت کرد. نه بابا اینا رو الان البته اندازم که نیست، این الان اندازم نیست، بچه سینای من خیلی بزرگه، باید خیلی منم راحت طلبم، یه همچین چیزایی رو بخوام بپوشم شاید برای یه ساعت اینجوری میتونم بپوشم. زیبا مگه رویا باهات بد نشده بود؟ خوب خوب شد دیگه، بد نشده بود که رویا بعد اومد توی چیز صحبت کرد. زیبا رویا، رویا اتفاقا بعدن که گفتش که من برای تو میخوام یه هدایایی بفرستم، این یه هدایای قبلا میخواست بفرسته، بعدن قهر کرده بود، بعد میره با سمانه و نمیدونم مانا و مانا میره خونش و اینا، بعد خب اینا براش تجربه های خوبی میشه. بعد رفت خودش اومد تو لایو، تو چه صحبت کرد دیگه، لایو چتشو گذاشتیم، لایو چتشو توی هم کانال هست هم، که گفت من هر کاری کردم دیدم بازم تو رو دوست دارم دیگه، دیدم هر نمیتونم بر ضد تو یه کاری بکنم. خب اینم از این، عیبی نداره، سینات بزرگم، خب دوست دارم سینامو، سینا هم اندازه خودم هم دیگه، به خود چه خوبه که قدر همه چی رو میدونه و ارزش خیلی. برای اینکه زیبا گردن بند و بنداز اینو، آخه خود این چیز داره، نمیشه با این، با این بندازم، آخه نمیشه که با این، از من باید این گردن من لباس من خالی باشه بعد اینو بندازم. بعدش هم این که این گردن بندم خیلی بامزه است، باید یه جوری به اینجوری چیز میکنن، گره میزننش. بیا انداختمش، خوب شو. وای وای ای ای آ آ آ، دو گره یه چیز نمیزنم دیگه، چون دوباره باید بازش کنم. خیلی خوب شد، عالی شد، رفته بالاخره. اون سربند، ای این سربنده، این راست میگه چه بابا بلد نیستیم، این سربند اینجوری، این اینجوری، آره سربند اینجوریه نه. بعد خب آرست میگه بیست بابا توش مجراخ، ای بابا سربند این راست میگه چیزای اینجوری، آره یاد بدید بعدم بیاید به من یاد بدید ببینیم چی. از روی شال ها سب کنیم ببینم، به من یاد بدید این شال. اینجوری حالا هرچی که بگید انجام میدم ها. مثل چی؟ نه بابا بنداز گردنت، حالا باشه دیگه، اینا رو خود رویا میگه به من. یه سر با طالبانی های چیز باشیم، چقدر خوشگه
طالبانیام رفته بودم تیک تاک دیگه دیر همه افغانا تو تیک تاک لایک گذاشته بودم تو تیک تاک بعدش همه افغان انشالله خیلی میاد. آره خیلی خوشگل اینو نمیدم. آره خیلی خوشگل جوری بیم بریم شالش خیلی خوشگله. زیبا مگه رویا رویا چیز شد دیگه با ما؟ آره دوست شد و برامون اینا رو فرستاد. روسری بهش میاد. آره روسری هم به من همه چی به من میاد دیگه است. قضیه شالش چیه؟ کدوم شال؟ کدوم شال؟ این شال با رویا چقدر لباسات تمیزه، اصلا بوی خوب میده. آن لباسایی که سمیرا چون از کلر از انباری در آورده بود با وجود این که کاغذ ها روش بود ولی لباسا یه مقدار بوی چیز میداد دیگه، بوی انباری میده، ولی اینا همشون روی بوی اصلا همین الان اصلا نیازی به شستن نیست اینا. خب اون شال با لباسش، اون لباس خیلی خوشگله. حالا مثلا یکم دیگه اون لباس رو میپوشم بعدش با این شاله، بعد آخرشو با اون لباس میرقصم. اون لباس خوب بود، بلد نبودم اون دکمشو باز کنم، اونم از بالا نگه داشت. وای 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 خوب خوبه. سلام لباس فروشی هست؟ نه اینا رو میدم به دو تا دختر چیزی، حالا شاید یکشو بذارم برای همین نوه چیز، نوه ناصر بذارم. خب بعدش خب اینم از اینو الان برای شالو ببینیم که کی هستش از بچه هایی که میشناسم بیاد بالا، از بچه هایی که عروس عشایر شد. راست میگه عشایری های جوری چیزم، از عروس عشایر بچه هایی که از بچه های گروه من اگه کسی هست لباس مردم رو نشسته میپوشی. بله بستگی داره به این که اون فردی که من ازش لباس میگیرم چه حسی به من میده. من یه بار رفتم از همین بازار دست و دوم فروشی های آلمان اینجا داشتم لباس میخریدم، زنه گفت خودم پوشیدم، بعد پوشیدم دیدم حس خوبی دارم، گفت میخوام میتونیم بشورین، گفتم نه نمیشورم. سر بیا بالا تعریف کنین چیزا رو برای بچه ها، بچه ها بزنین سر لباس سیاه رو بپوشم و کم کم دیگه چیز کنیم. بیا تعریف کن بچه ها، سوالای بچه ها رو هم جواب بده در رابطه با اینکه رویا چه گفت توی کانال چیز. حجاب بهم میاد؟ انقدر ملا منو دوست داشته. خب اینم از این. آقا اصلا من هر جایی برم منو دوست دارن دیگه. گلای بالکنمو نشون بدم، این فاصله میگه گلای بالکن، بذار گلای بالکنمو نشون بده. گلای بالکن، گلای بالکن، بیان گلای بالکنمو نشون بده. آره خیلی گلم بذار بذار. آی 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 درم بزرگ میشه. خب اومدی سهر؟ خوبه؟ سلام. آره آره بیا تا من لباس سیاه رو بپوشم، تو به بچه ها در مورد چقدر خوشگلم بودن. آره لباس سیاه رو بپوشم چیز کنم، تو به بچه ها در مورد سهر بگو، چیز رویا بگو که چی شد داستانش. اون لایف چتی که گذاشت. آها آره بگو چجوری. آره رویا اومد توی یه لایف چت و تعریف کرد از اینی که گفت من خب از یه سری چیزا ناراحت شده بود، ولی میگفت من در نهایت زیبا رو دوستش داشتم و دوست داشتم که باهاش مثلا هر از گاهی پیام بدم یا ارتباط داشته باشم. بعد یه سری بچه ها، حالا مانا و بچه هایی که اون تایم باهاش در ارتباط بودن، خیلی سر این مسئله، خیلی مثل که یه باری که رویا پیام داده بود شروع میکنن بهش چیز کردن، حالا انتقاد کردن. جان باش کردن که چرا تو گفتی که من از سوزوندن کتابت ناراحت خوش نشدم. آره آره شروع میکنن اینو بازخواست کردن که تو چرا گفتی که مثلا از اینی که کتابو ما سوزوندیم من خوشحال نشدم و اینا. بعد در کل چیزی که من احساس کردم خب کلافه شده بود از ارتباط با اونا، دلش میخواست مثلا راحت بتونه جایی که احساس خوب داره اونو بیان بکنه، جایی هم که حالا ناراحت ناراحتیشو که خب همیشه میگه. بعد از اینم تعریف کرد که مانا اومده خونه ما، اومده سوئد،
یه دو روزی با ما باشه. خب همش توی لایف بوده و زیاد وقت با ما نگذرونده به طور مستقل، خب اینم براش زیاد جالب نبود. در نهایت اینکه خب اومد و با خود منم الان ارتباط خوبی داره، خود من خیلی دوستش دارم و دیگه این هدایام که حالا الان داده. من دارم آشپزی هم میکنم، حواسم همزمان به اینم هست. وای وای نمیشه بچه ها در نوع اینم کن. این زیپ نداره، این زیپ نداره گوشش که مثلا باز کنی. من نگاه کردم خب، ولی اینجاش چی؟ این کنارش چی؟ کنارش نه، معمولا باید داشته باشن آخه مگه میشه؟ نه خوب میره ولی نداره. فقط هم قسمت، اگر از این قسمت سینا میرفت پایین بعدش قشنگ اندازم بود، ولی خب دیگه نمیره. یه ذره نمیتونی فشار بدی؟ چی؟ یه ذره بکشیش. حالا ولش کن، آهنگ تو رو میذاریم و بعدش دیگه. آره ما این آهنگ رو توی جاده علموت همش میذاشتیم، خیلی باش خاطره دارم. آخه پیکو پیکو پیک شیکو پیکو پیک. بچه ها دیگه آره. اینم داستان رویا، اینم هدایا رویا. رویا مرسی، خیلی جالب بود، خیلی خوب بود. از اینکه مهمتر از همه اینا رو که اومدی و پیش مایی بازم و خیلی بگیم دیگه ها، توضیح هم دادی ها. توضیح آره هم مرسی. آره من براشون با این لباس برستم برم. باشه ممنونم، خدا فرمت. خب بچه اینم سحر توضیحاتش رو در حین چز داد. خب میریم حالا با این رقص میکنیم و میریم برای امروز. ما دیگه بس میشه، اصلا بالا مونده بابا، نمیره پایین دیگه، چیکار کنم بالا؟ بلده الده مال کسایی که نه بابا بدم خیاط درست کنه، نه بچه هایی که اندازشون نمیدم. بریم یواش یواش. مهمه کجا رفت؟ رفت زیخواهیم شد. چقدر خوشگلت. بای بای بچه ها، مرسی که بودی، مرسی رویا، مرسی.